غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از وقتی که مادرش فوت کرده پدرش خونهشون رو اجاره داده، با پدر بزرگش اومدن خونه ما. برو بابا جان درو بکن، گرمه. نه درو برای چی باز کن؟ من سردمه. من دارم از گرمه میپزم. زمستونا گرمشونه، تابستونا سردشون. حالا بگو چرا این مشکلاتی که داری رو با همسرت در میون نمیذاری؟ خودش پروژه. بهتم بگم مطلک بگه جوابشو میدم، پررویی کنه پررویی میکنه. یعنی تو میگی من بشینم هر چی خواهد دلش خواست به من بگه صدامم در نیاد؟ اگه اون میخواست هر چی دلش خواست به تو بگه که ما رو نهار دعوت نمیکرد خونهش. نهار دعوت کرد که حالمو بگیره. آقا من سپاهان نمیرم، دارم میره لبنیات فشوپوری، صاحب لبنیات. این اگه بفهمه من دارم میرم دست سه ضربه روحی میخوره. برگشتی به این گفتی که ما غذامون رو بیرون گرفتیم دهنلق. منم چی حرفی زدم؟ بهت یه دستی زده. خیلی دهنلقی. پیجی من اصلا هم دهنلق نیست. بریم پنگول جون. ببخشید اگه پنگولت دهنلق نیست واسه چی به من گفتی که شما دیپلم هم نداری؟ پژمان مگه نگفتم کسی نفهمه؟ آره بهت یه دستی میزنه. من دیگه پامو اینجا نمیذارم. بدیه وایسا. آره تو هواپیماییم با وعیدم برسم اصفهان سریع بهت زنگ میزنم. اصفهان؟ آره باشه قربونه. باشه تو هم مواظب خودت باش. بی سرپرستی قرار بیا دنبالمون. چه شکلیه؟ چه میدونم یکی پلاکارت دستش میگه. بیناش جمعونم رانندش برسیم. سلام آقا. سلام آقای جمشیدی، خوش اومدی. جمشیدی من نیستم، ایشونه. ماشینتون اینه؟ این ماشین تیمه. باش بازیکن هم میاریم این ور اون ور. با این؟ گوسفند توش چی کار میکنه؟ گوسفند؟ آه این غذای تیم. ببین اگه فکر کردی من با وانت میام کور خوندی ها. خریدم کیه؟ باشه عزیزه ساکت. بابا کیه؟ آرسان جان میخوام بزنی بغل حرف بزنی؟ نه راحتم. الو بابا بگونم کیه؟ گفتم خریدم برای دیگه از ایران. باش خدا حافظ. خدا حافظ بابای قربونت بشم. آرسان قربونت جانم بابا تو؟ نه آقا گفتی بابایی؟ بچه داری تو؟ ها ها بچه که حرف میزنه؟ ها بابا یه چند سالگیه؟ بتا یه چند سالگیه؟ Yeah.
عزیز بشین تو ماشین ما هم میریم. منم ببرم میبرم دیگه عزیز بشین تو ماشین داد نزن. منم میام باشه باشه بشین. میبرم اینجا تعالی ببرم باستم. آقا بفهم منو ببرم بفهم فیروز خیلی اینجا کجاست؟ دوستان منو ببر. درست میشه عزیزم، درست میشه. بیا چی هست که درست میشه؟ آقا یه دقیقه صبر داشته باش، نمیدونیم هنو کجایی که جان خیلی ببخشید شرمنده با خود من شرمنده ببخشید من معذرت میخوام ازتون. شما که ماشاءالله بنیتون قویه، شما که ماشاءالله ورزشکاری، کمکی میتونی بکنی؟ چه کمکی؟ آروم آجنشوی زر آمیزه حیبونه بیفرید شما اونم بیاد پایین دیگه رفتیم تو کدوم تو؟ تو مغازه دیگه بلشو خرید داری آقا بسن؟ نه پا برای چی باید بریم تو؟ میگه برای قرارداد نمیخواید با آقا مذاکره کنی؟ باستم تو بقالی؟ رفت تو؟ آفتاب رفت ایوه چی ها ایوه؟ تو بقالی میخوان ما مذاکره کنم؟ باستم همچی بقالی هم نیست، سوپرمارکتیه واسه خودش. من میخوشم ایوه خون سرد باش، به آیندت فکر کن، به پرسپولیس، به تیم ملی اروپا، رئال مادرید. خب که چی؟ مگه نمیخوای یه بازگشت شکوهمندانه داشته باشی؟ میخوام خب پس نباید این قرار رو دست بدیم. کجایی؟ سرت نمیاد یعنی؟ کجایی؟ من از این بقالی میرسم به رئال؟ قطعی که نیست، باید تلاش کنی دیگه. یعنی احتمالش صفر نیست؟ نه بابا، بریم تو؟ اگه نیست بریم؟ بریم. برای چی نمیه شما؟ آه عزیز اومدم برو چون من قبول نمی کنم این چه وضع پخش شدنه؟ یعنی چی؟ من آقا من دو هفته از پول گرفتی برای من دستمال توالت بیاری نیاوردی. من که نمیتونم هر روز به تو زنگ بزنم بگم دستمال توالت چی شد؟ آقا چرا متوجه نیستی اگه مشتری بیاد الان بگه دستمال کاغذی میخوام، من بهش میگم یه هفته خودتو نگهدار، آخر هفته بهت میدم، این شد کار. خب که چی؟ این به چه درد من میخوره؟ آخه باید به یه درد من بخوره دیگه. کو آقا فف آقا اجازه بده من تکلیف تو با تو روشن کنم. ببین فردا 8 صبح اگه بشه 8:05 دستمال توالت اینجا نباشه، من عصر میام جمعیتون رو دستمال کاغذی میکنم، پولتون میکنم، میره بکارت. شوخی ندارم باید که ببخشید خیلی عذر میخوام، بالاخره کارایی با خودش مشکلات خودش هم داره دیگه. من خیلی مخلصم، بفهمید در خدمتتونم. چی عرض میکردم خدمتتون؟ داشتید در مورد اهمیت ورزش در سلامت جامعه میگفتید. بله عرض میکردم، اصولا هدف من از تشکیل این باشگاه اینه که جوانای شهرمون رو بیارم تو ورزش. یعنی وقتی جوان وارد ورزش بشه دیگه دنبال اعتیاد نمیره، درسته؟ بله. خب بعد همین بفهمید، خواهش کنم، قابلی نداره، از آب گذشته است. دست شما درد کنم. خواهش میکنم، خواهش کنم. بله عرض میکردم خدمتون که اصولا من نه چشم دنبال شهرته نه پول، ابدا. تازه کلی هم از جیبم پول گذاشتم. چرا؟ برای جوانان شهرستان خودمون این کارو میکنم. تازه خیلی از لیگارم بهشون کمک کردم، ولی خب من هدفم اینه که در حقیقت فوتبال را بیفته، که انشالله را بیفته. باریکلا واقعا فوتبال ما به امثال شما احتیاج داره. بزرگی دیگه، بزرگی. البته اسکلت اصلی تیم ما رو جوانای شهرستانی بومی
در حقیقت به عهده دارن. منتها اینجا برای اینکه شناخت بهتر بشه ما از بازیکنهای حرفه‌ای مثل ایشون که کاربلد هستن میتونن این جوانا رو تشویق کنن هم استفاده خواهیم کرد. اشکالی نداری که شما لطف دارید. خواهش میکنم این حرفا چیه؟ ما که دیگه شما رو تازه داریم آشنا میشیم باهاتون در حقیقت. خدمت شما. بخورین خوبه. عرض میکردم حضورتون که حضور شما در این لیگ در حقیقت باعث افتخار همه ماست و ما و شهرستانیا همیشه از شما تشکر میکنیم که این لطف رو ما کردیم. بله. در واقع آقای جمشیدی هم نگاهشون دقیقا مثل نگاه خود شماست، وگرنه الان اینجا نبودن. خدا رو شکر ایشون نه به شهرت بیشتری نیاز دارن و نه نیاز مالی دارن. ولی به هر حال همونطور که میدونین فوتبال حرفه‌ایه. آقای جمشیدی هم مجبورن علارغم میگم تو کجایی؟ راستی این پسر الان اینجاست. امروز فی چنده؟ قواعد فوتبال خودت درست رو در نظر بگیر. آره. فقط یادت باشه که همین جواز یادت نره جواز توی بحث قرارداد. عرض کنم که اون بخشش اصلا مهم نیست، بهش دقت نکنید. به خاطر اینکه این قضیه باعث میشه من خودم کم تو فوتبال نبودم آقایون. البته از پیشکسوتی آقای جمشیدی هم نباید گذشت، ولی یک سال تیمداری هم کم نیستم. با این شرایط من فکر کنم زیادم هست. پس به خاطر همینم که شده بله. توی بحث قرارداد این فیروز چی شد؟ نیست آقا جون. یعنی چی نیست آقا جون؟ فیروز با تو اما بیا این کارتونه رو ببر تو انبار. فیروز اومدی یا؟ عجب بابا ما اوضاعی داریم باید. من خیلی عذرخواهی میکنم از حضورتون، ببخشید جاتون بد بود و محل مناسبی نبود. البته محل خودمون نیست، ما تو باشگاه بناکاری مختصر داشتیم، گفتم بیام اینجا که دیگه تفصیلات نباشه در حقیقت. ببخشید. خیلی هم خوبه، اشکالی نداره. البته عرض کنم خدمتتون که امکانات باشگاه ما بریم ببینیم، امکانات باشگاه ما کمتر از لیگ برتر نیست، این واقعیتیه. چقدر عالی. الان خدمتتون عرض میکنم، ملاحظه فرمایید، استادیوم، زمین اختصاصی بازی، استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، ماساژ. آقا جان ماساژ؟ بله ماساژ، کانون گرم هواداران سیستماتیک، خوابگاه و اردوی مجهز و کلی امکانات مردم. بله مردم. بله واقعا من فکر نمیکردم انقدر امکانات داشته باشید. البته من نظرات مهمتری دیگه هم دارم که پسر عزیزم میگه. بگو از آقا میگه که زیر ساخته خوب و بخش سخت افزاری یه باشگاه باید کاملا بدون نقص باشه. آقا جون موبایل داره زنگ میخوره که کادر فنی و بازیکنها بتونن کیفیت فنی رو ببرن بالا که استرس نشته باشن. تماشاچی بنده خدا که میاد استادیوم فوتبال نگاه میکنه خب پول میده، لذت داره. قطعا همینطوره، ولی ما میخواستیم رو بحث قرارداد اصلاحی میکنم. الو بازم که تویی؟ آقا این پول دادن تو ما رو کشت، نمیدی نده به درک. ببخشید آقای چی میگفتم؟ بنده داشتم عرض میکردم. بله میخواستیم ببینیم رو بحث قرارداد. آقا این فیروز کو؟ آقا جم گفتم نیستش که رفته بیرون. عزیز چی؟ عزیزی که گوشم تو اتاق. چی عرض میکنم خدمتتون؟ ببخشید شما چیزی نمیگفتین، بنده داشتم عرض میکردم که بالاخره میخوام ببینم تو بحث قرارداد. این که فرمودین خب کاری نداره که الان بلند میشیم در معیت شما میریم سر زمین باشگاه رو میبینیم. بهتر نیست وانت روشن کنم؟ آره دیگه وانت روشن کنم. به همین سادگی نخوردین اینا رو که بفهمید خوشم. بالا دست بیار بالا. حالا پس ما شخم آخر نشخم بابا صدا فاینا باجون صدا فاین ماشالله هنوز جوانی ها. بفرم. بله الگوی ما برای این باشگاه اصولا یه باشگاه فرهنگی ورزشیه، به همین جهت من اسم اینجا رو گذاشتم در حقیقت
باشگاه فرهنگی ورزشی لبنیات چی؟ فشاپوریه فشاپور. حالا چرا این کار کردم؟ برای اینکه میخوام دست این دلالای هرز رو از ریشه قطع کنم که دیگه اینطوری نیاد تو فوتبال کسافت کاری کنن. عرض کنم خدمت شما که اصلا یه سری مافیا آقا ریختن، معلوم نیست نه کجا اومدن جلو اینا رو. میخواستم بگیرم که در حقیقت یک باشگاه خوب و تمیز رو برای جوانامون داشته باشی. احسنت، باشگاه فرهنگی ورزشی خیلی هم خوبه. حالا کی میرسیم به استادیومتون؟ اصلا عجله نکنین، تش بیارین، تش بیارین. رستم کجا تو بود میکاشتن؟ وسط این آقا جم. آها، اینجا درست وسط میدونه. بله وسطش؟ بله بالنا نخم بگیم شوخی نبود، کاملا جدی بود. شوخی بود، شوخی. من با شما شوخی ندارم. میگه جدی بود. بله جدی. یعنی اینجا دقیقا وسط زمین فوتباله؟ بله، فقط خط کشیش نشده که اونم بعداً انجام میشه. اینجا اصلا چمن نداره. خوشم میاد که آدم خوشفکریه. چمنم میاد. اینجا اصلا هیچی نداره. ده نده. شما جوانای خورده عجولین. صبر کنین یه خورده، دو سه ماه دیگه ببینین چه اتفاقی اینجا میفته. یک استادیوم بزرگ بالاتر از حجم خاورمیانه، بالاتر حتی از اروپا بالاتر. یعنی طوری خواهد شد که فیفا هم به ما حسودی میکنه، ممکنه قلوپی دست بندازه این رو. شما عجله نکنید، فقط صبر داشته باشید. به من گوش بدید، خواهش میکنم. من نگاه کنید، ببینید این دروازه الان خیلی بهتر از این داره ساخته میشه. از این که بگذاریم، اون تلویزیون بزرگه اونجا قرار میگیره، اون بالا اسکوربورد. بله، همون که شما گفتید. اون بالا قرار میگیره، بعد زیرش هم در حقیقت دستشویی چی میتر بیه؟ سرویس های بهداشتی اون زیر. به 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 ببین با آدم حرف میزن اینجوری. بعد از اون که بگذاریم اصلا همه اینا هیچی. شما اطراف میدان نگاه کنید، خواهش مان نگاه کنید، با من نگاه کنید. به به گوش تا گوش تماشاشی نشسته داره آقای پژمان جمشیدی رو چیکار میکنه؟ تشویق میکنه. پژمان با تعصب. بله، چیزایی که فرمودین رو هم شنیدیم و هم دیدیم. پژمان جان، نمیخوای به ابراز احساسات علاقمندای جوابی بدی؟ خب دوستان، الان وقتشه که ساختمان باشگاه رو بهتون نشون میدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. ایسا بیدم. این چیزایی که این گفت تو دیدی؟ همشو که نه، ولی یه بخشیش. آره درزه، اسکوربورد و بالای سرویس بهداشتی نمیزنن، میزنن اون بر. این که دیگه دست خودمونه، حلش بکنه. بفرمید، خواهش کنم. بفرمید. بله، جای قبلی خیلی پرت و پلا بود، ما اومدیم اینجا رو گرفتیم که دیدیم خود جنسه. بفرم میخواهش کنم. بفرم. بله، این هم ساختمان باشگاه، ملاحظه فرمی؟ البته خیلی مونده تموم شه. نه بابا، به زودی افتتاح میشه، دست خودمونه. اینجا به زودی افتتاح میشه؟ بله. آقا سفارش داده، یه دونه این تابلو هست کنترل که عقب کی روزاش میرن. بزنیم اینجا، روشم بزنیم به باشگاه فرهنگی ورزشی فشاپوریه فشاپور، افتتاحش 39 روز مانده. یعنی اینجا 39 روزه حاضر میشه؟ نشم 39 روز دیگه تمدیدشون. بله دیگه، تنظیماتش دست خودمون آقای جمشیدی. اصلا ده بارم این 39 روز تمام بشه، ما یه بار دیگه 39 روزش میکنی. مهم اینه که زیر 40 روز تمام بشه. آقای جمشیدی شما چشات رو واکن، در بستر 100 سال سابقه که ما برای این باشگاه در نظر گرفتیم، این چند ماه چند سال اصلا بگید اصلا حساب نمیشه. نه نه، شما چشات رو واکنی، کلان نگاه کنی. چیزی نبود، آجر بود افتاد، معمولا اینجا اتفاق میفته. بس دیگه با عمر فوتبال من قد نمیده. اختیار دارید، ما افتخارمونه که در معیت شما داریم این کاری میکنیم. آقا اون سخنرانی ما رو براشون بگو رستم جون. بابا میگه آیندگان از شما یه جوری یاد میکنن که انگار شما اصلا توی پیشرفت فوتبال ایران مثلا دست داشتید. نه ولی خب مطمئنا آقای جمشیدی تجربه شما در کنار من و آقا لبنیات فشاپوری ما رو
نه تنها در فوتبال ایران بلکه یکی از قطب‌های فوتبال جهان میکنه. امروز پژمان جمشیدی میاد برام توپ میزنه. فردا دیانه مسی میاد برام توپ میزنه. ببخشید آقای فشبودی. شما بفرمایید. شما تو زمینه مربیگری، من چند تا مربی خوب بین‌المللی هم تو دست و بالم هستا. گواردیولا رو میتونی بیاری؟ گواردیولا؟ با این امکاناتی که شما دارین با سر میان. خب پس بفرمایید ببینیم اصل ساختمون رو ببینیم با تمام تجهیزاتش. بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید. بایی ما داریم کجا میریم؟ داخل باشگاه دیگه. بیا دیگه آقای جمشیدی. بفرمایید. آقا جون برو مواظب باش. نه بابا. آقا جمشیدی یه چیزی بفرم. بچه ده دوازده سال داریم اینا همش ولن تو این کوچا. بفرم. میتونی بیای ریشه باشون فوتبال کار کنی مربیشون بشی. بفرمی بفرمی رسیدیم دیگه. بکن دیگه بالا راه رو باز کن بچه‌ام. فوتبال هم نمی کنی؟ آقا جان راه رو باز کن عزیزم من راحت شم کمال پولتو میدیم بابا پولتو میدیم. شاید من بتونم راضیشون کنم. آقا برو وحید جان برو فوتبال بفرم. فقط قراردادش جداست. بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. راحت بشید راحت بشید راحت بشید. عرض کنم که آقای رضا پشاپوری مدیر راهبری فوتبال. عرض شود که آقای اکبر پشاپوری مدیر راهبری فوتسالمون هستن. به سلام های آقا منم. دوستان اینجا سالن بدنسازی است، یعنی با آخرین تکنولوژی دنیا ساخته شده، حتی نظیرش در خاورمیانه وجود نداره. عرض شد خدمت جناب عالی که ترت میلر در اینجا قرار دارن، دو چرخه ها در اونجا قرار دارن و وزنه ها در این قسمت. سوالی نیست؟ معذرت میخوام آقای فشوقی. بفهمید خواهید چند تا ترت میلر برای اینجا در نظر گرفتیم؟ حدوداً 9 تا. بله. جا نمیشه؟ جا نمیشه؟ نه خیر. چیکار باید بکنیم؟ 8 تا جا میشه. 8 تا جا میشه؟ بنویس 8 تا. 8 تا جا میشه. 8. بله. من میگم شما قدرت تخیلتون هم خیلی خوبه خانوادگی. تخیل چی عزیزم، اینا همش آینده نگریه. بفرمایید خواهش می‌کنم اون طرف هم نشون بدم خدمتتون. بفرمایید. بعید. میگم من چقدر بیخودی بچه بودم کتک می‌خوردم. چطور؟ هی با در و پنجره و مبل حرف می‌زدم، بابام میزد پس کلم. فکر می‌کرد مخم تاب داره، نگو منم آینده نگرم. جمشیدی بیا. کرد باشه اینو بعدا مفصل بزنم تعریف کنم. یادت باشه یادم نرسه. بفرمایید خواهش. سلام. ایشون آقای فشاپوری هستن، اینجا اتاق کنفرانس مطبوعاتی ماست. بله بفرمید خواهش کنم. به کارتون ادامه بدید. بفرمید بفرمید میدیم قسمت بعد. بفرمید خواهش کنم. بفرمید. بله لطفا تشریف بیاریم دوستان اینجا رو ببینیم که واقعا جای دیدنی است. اینجا اتاق نمایش و آنالیز باشگاهی در حقیقت و ایشون هم آقای فشاپوری. بله. مگه شما منو میشناسید؟ مگه شما منو نمیشناسید؟ نه شوخی میکنن. آقای پژمان جمشیدی پیستون سرشناس راست. بیا بریم آقا بیا بریم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بله دوستان خواهش میکنم اینجا بخش بین الملل ماست در حقیقت که تمام جا به جایی ها اینجا انجام میشه. عرض شود خدمت شما که اینا هم یه مقدار لوله پولیکاست که ما بهش کاری ندیم. میگذاریم ازش بریم اتاق بعدی. بفرمی خواهی کنی. این اتاق خوب یادت باشه، تو از این اتاقی که ترانسفر میشی به رئال. اینجا سالن سونا، جکوزی و ماساژ در حقیقت. جناب فشاپوری یکم تنگ نیست؟ تنگه؟ به نظرم رستم اینجا رو بده فوری گشادش کن. البته این دیوار نه این ببخشید این دیوار رو میدی برش دارم. متوجه چی شدی که؟ بفرمی خواهی کنی. بفرمی بفرمی خواهش کنم. اینجا رو یه نگاهی بفرمی. اون بالا کانون هوادارانه، بالاترش دفتر مدیریت. اون بالا آقای فشاپوری این بالا که دیگه آسمونه. الان آسمونه، بعد که تراکم گرفتم 4 طبقه اینجوری میرم روش. گرفتم این تراکم یه جورایی همون آینده نگریتونه. آفرین آفرین. معلومه که به خلقیات من کاملا آشنا شدید. حالا که آشنا شدید میریم قال قضیه رو میکنیم. بریم. بفرمایید خواهشون. بفرم. وحید من یه اون نگران شدم. نگران چی؟ من نمیدونم از خونه اومدم سیم اتو رو کشیدم یا نکشیدم. مگه قبل از اینکه بیای داشتی اتو میکردی؟ نه.
چطور مگه؟ پژمان بفرمون. من میل ندارم اما بخورش اینقدر میل ندارم من بفرمین تازه است شیرینی تازه است بفرمین زحمت نکش رستم جون گفتم که خودمون برمیدادیم ای بابا آخه میشه قرارداد بدون شیرینی باشه میشه آخه شیرینی قراردادو که بعد از بستن قرارداد معمولا میخورن آقای جمشیدی ما وقتی به یکی دست بدیم برامون همون حکم قرارداد داره آره بله البته در صداقت شما که شکی نیست ولی به هر حال راجع به شرایط قراردادم صحبت بکنیم بد نیست ما در مورد مسائل مالی البته ما با بچهای باشگاه که صحبت کردیم قرار شد که در حقیقت بازوبند کاپیتانی رو تقدیم شما کنیم همونطور که حقتون هم هست شما لطف دارین به 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 فقط در مورد مسائل مالی پیرهن شما یازم که از قدیم مال خودتون بوده تقدیم میکنیم به خودتون شماره دهم که مال رستم خودمونه حله دیگه مشکلی نیست شما لطف دارین بله البته فقط در مورد مسائل مالی رستم من میخواستم که این لباس رو فردا بعد از امضای قرارداد تقدیم کنم ولی حالا دیدم وقتی که اومده دیگه دیدنش خالی از لطف نیست بفرمی به 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 دستتون درد نکنه رنگ پیرهنتون صورتیه بله بله آقا پژمان خارجیشو نگاه 11 ارزن کردم شما رو 11 هست ببین اون برش کن اون برش کن به 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 عکس رستم جونه عکس رستم جون رو زدین رو لباس فقط میمونه بحث مالی دیگه حالا کمکش کن بپوش الان که نمیشه الان که میخوایم بذاریم یکی نه الان نمیشه بابا چیکار میکنی عینک اشکال نداره وای تو ها دست دو آسیو سیب نگوییم شل کن آبا جون شل کن شل کن ماشالله چقدر هم بهت میاد خیلی هم عالی خیلی بهت قشنگ از تیم خودمون یه دونه عکس بگی رستم جان بینم چیکار میکنی خیلی عکس خوبی میشه آقا جنشی لخوزم آها گرفتی؟ آقا جو من یک کاری تو آقا جنش آقا جنش بگی بینیم بگی با خواهی ببینیم بخواه آقا جنش شدی؟ گرفتی؟ باری کلا باری کلا خیلی خوب گرفتی دیوانه است اسپانسر قبلی اون یک کله پاچه‌ای بود عکس بچه اونو زده بودیم و برشکست شد آقا هم گفت که عکس منو بزن روش زدم که تشویق بشه دیگه بچه ما تشویق بشه برای تو فوتبال پس لازم شد یواش یواش منم دست به کار شم که بشم اسپانسر احتیاجی نیست چون من با یه گاوداری صحبت کردم قرار شده که اسپانسر ما باشه تا دو هفته دیگه تکلیفمون روشنه میاد سر کار در حقیقت اون وقت عکس پسر اونا رو یعنی میخوایم بزنیم رو لباسمون نه بابا اون که پسر نداره آرمشون رو میزنیم آرمش هم یه گاو خوشگله که اینجوری خنده من با گاف خوب میشین خب فکر نکنم که دیگه حرف خاصی مونده باشه اگه موافقی ما متن قرارداد بدم امشب تنظیمش کنن فردا صبح زود امضاش میکنه بره به کارش دیگه ولی شرمنده آقای فشوپوری ولی هنوز بحث مالی نکردیم آخه نمیشه ارزشای آقای جمشیدی رو قیمت گذاری کرد چرا چرا قبلا هم گذاشتن شده اصلا خودتون بفرمایید پیشنویس قرارداد رو بخونید آها آه. بس دیگه پیشنویس قرارداد بدون اونجا بدون بله عرض میکردم پیشنویس قرارداد مطالعه فرمید بله اینطوری بهتر 150 میلیون برای نیم فصل بله بگی من ببینم این لیگای پایین هم خوب پول دارن ما فکر میکنیم فقط پول تو لیگ برتره پس با رقم ما موافقی؟ چرا که نه خیلی هم ممنون البته در صورت صعود جایزه ناقابلی هم وجود داره که تقدیم میکنیم بله در صورت پاس گل به رستم یه جایزه ویژه این به اون تعلق میگیره درسته دیگه یه انقدر هم راضی به زحمت نیستیم 150 میلیون تومان هم تو این وضعیت فعلی ریال. خودش کلی پوله مگه نه وای اصلا این لیگای برتر هم الان انقدر پول نداره جان 150 میلیون ریال
یعنی چند تومن؟ یعنی 15 میلیون تومن. 15 میلیون تومن؟ متاسفانه بودجه ما خیلی محدوده، خیلی. پس اگه اجازه بدین ما امشب رو فکر میکنیم، فردا بهتون جواب بدیم. هر جور میلتونه، ولی ما واقعا رو آقای جمشیدی حساب کردیم. 15. بله شما لطف دارین، ولی ما تا فردا صبح حتما بهتون خبر میدیم. باشه. رستم بابا، آقاینو ببر محله استراحتشون، غذای خوب براشون بخر، به بچه هم بگو مواظبشون باشن که بهشون بد نگذره. چه؟ خب حالا پول همراهت هست؟ بفهم آج همشیدی؟ کجا؟ مگه نمیریم هتل؟ نه همینجا. اینجا؟ بفرمایید وسایل رعایتیتون همه چی فراهم. بفرمایید فقط ایشی دستیش خرابه که میفرستم درستش میکنن. سیفون و حمومش هم کار نمیکنه. شما هم تا دستورتون رو تو ظرفشویی بشویید من میرم براتون شام میگیرم میام. آیی بخواهی هم اینقدر خوشن نکنید، این خرابه نشی داره، یه وقت خدای نکره میفتید میمیرید دیگه. دست در نکنه رسم، زحمت کشید. باموش من برم شام بگیرم بیام. به سلامت. چیه؟ چرا چی توش نیم؟ نون خالیه؟ هرچی سوسیس کالباس کمتر بخوری بهتره. معلوم چی توش میریزن؟ آره یکی از بچه‌هام گفت گوشت گربه میریزن توش. بابا فکر نکن. آره گوشت خر و الاغ ممکنه، ولی گربه رو دیگه خودشون در آورد. بابا من خودم به این نتیجه رسیدم. تو شاید دقت نکردی. کجا میری؟ ببینم سوسی، موسی چیزی پیدا میشه؟ همینج خشک و خالی که نمیشه. بیا اینجا سوس پیدا نمیشه. آلی کلا به این امکانات ای خود نمیگفتا. میگم دقت کردی تو این چند سال اخیر چقدر تعداد گربه های بلگرد نسبت به سالهای قبل کم شده؟ آره راست میگی ها؟ یعنی ممکنه؟ من چی داشتم میگفتم؟ گفتی عمرن با 15 میلیون نیای اینجا. عمرن با 15 میلیون بیام اینجا. بابا یعنی چی 15 میلیون؟ حالا نمیخوام صف به قرار داده بام ببندم، ولی اینکه دیگه طبقه زیر همکف که نباید ببندم. بابا فکر کن بپیچه من پژمان جمشیدی با اینم طرفدار و سابقه ملی گل ملی اومدم با 15 میلیون جا قرارداد بستم. مسخره است، قبول کن وحید. اینا رو که گفتی همه رو. واقعا جدیدن هیچی آدم نمیمونه. باز کجا داری میری؟ ببینم سوسی موسی. بابا گشتی نبود. نه آره جان پژمان مرگ تو. آقا من دیوونه شدم، من دیگه مطمئن شدم دیوونه شدم، حافظم هم تحتی. تو فقط نیستی که اینجوری شدی، همه اینجوری شدن. خود من هفته پیش برنامه داشتم جلو آینه 2 ساعت داشتم فکر میکردم فرقم این ولی بود یا این ولی. یه چیز ترسناکی اینو که من عرفته دارم. الان دیگه بالای آینه همون یه فلیش زدم میدم این ولی. چی تو؟ موهامو دیگه. اینا فکر خوبیه ها. میدونی دلیل این که حافظم داره پاک میشه چیه؟ یه جا خوندم آلودگی حواس مال آهنیه که تو حواس. باز از اون عربات زدی ها، آهن رو عباز؟ چه میدونم، مس، نقره، هرچی نوشته بود، فلزیه که تو بنزینه میره رو عبا. وحید واقعا بشر داره کجا میره؟ اصلا آخرش میخواد چی بشه؟ دنیای ماشینیه دیگه، همه چی داره میشه دیجیتال و کامپیوتر. نگو تا چند وقت دیگه همه هم میشیم ترمیناتور. ولی من این قسمت آخری ها رو دوست نشم. نه بابا آرنولد نداشت حال نمیده. اصلا ترمیناتور بی آرنولد 2000 نمیارزه. من چی داشتم میگفتم؟ گفتی با 15 تومن عمرم بیام اینجا. عمرم بیام اینجا. بابا اینا خجالت نکشه همچین پیشنهادی به من دادن؟ به پژمان جمشیدی با یه گل ملی؟ بابا میزاشی یه دونه میزدم تو دهن یارو. اینا رو گفته بودی همه رو. واقعا؟ آره بابا. ای وا وحید من چرا اینجوری شدم؟
ای بعد تو چی گفتی؟ من گفتم حق با توه، ولی الان باید یه کاری بکنی اسمت بیفته سر زبونا، بدنت هم بیاد تو شرایط مسابقه که من واسه فصل جدید یه تیم خوب واسه پیدا کنم. بعد من چی گفتم؟ هیچی دیگه، تو قبول کردی قرارداد ببندی. بعد تو چی گفتی؟ من دیگه هیچی نگفتم. واقعا؟ بابا این آهنی که گفتی با آلودگی هوا حافظه رو داغون میکنه. واقعا بایی داری میری سس بیاری؟ برای منم بیا. گیر دادی به سس ها، حالا امشب سس نخور، دارم میرم چایی بزنم. پس فردا صبح میریم وردای تو میبندیم، بعد بریم تهران باروبندی رو تو جمع کن، بیا بچسب تبریک. من هم واسه رایزنی میکنم واسه فصل جدید، میمیرم واسه این کلمه رایزنی. توی یه جلسه که میگی ها همه کرکوپرشون میریزه، میگن اوه اوه نه این از اون مدیر برنامه بین المللی هاست. وحید وحید بیا، وحید وحید بیا، وحید دست اینها را پیش مردم عزیز خواهم کرد. میفهمم فشاپوریه؟ وحید سر شما نکن، فوتبالیم همه چی مثل روز روشنه. ولی شما جواب ما رو هنوز ندادین. آه، برای اینکه شما دارید ما رو یواش یواش این اون بقیه ما رو به حاشیه میبرید. منم اصولا اهل حاشیه نیستم. بله. از همین لحظه اعلام میکنم که این برنامه 90 رو کلن تحریم کردن. خب که صرف برنامه 90 نیستیم، ما فقط سوال کردیم. بله. که آیا صحت داره که شما امتیاز تیمتون رو به شهرستان خاش واگذار کردین؟ دارید مغلطه میکنید دیگه. من اصلا من این قضیه رو کلن تکذیب بکنم. در حقیقت این کاری که ما کردیم از راه مجراهای قانونی انجام شده برای جوانان عزیز خاش. پس این یک انتقاد کاملا غیر فوتبالی بوده. آها، در ضمن به مردم خاش، خواهش کنم دور بیا چون به مردم خاش تبریک میگم، به خاطر اینکه لیگ دست دومه دیگه، برتر دست دو شدن، به جوانان اونا تبریک و تهنیت میگم. انشالله که خواهش میکنم. دوسته که نمایندگان مجلس همینجا نگرشن قربون. من اصولا آدم سیاسی نیستم، یعنی فوتبالی نیستم که سیاسی باشم، بنابراین دور این قضیه رو خط بکشید. من جوابی برای شما ندارم. خدا نگهدار. آقا نگیر، بفرمایید. عجب داستانی دارید. آقا نگیر، بفرمایید. خواهش. الو سلام، خوبم مرسی، شما خوبین؟ نه بابا، تیمه رو فروختم به یه شهر دیگه. آره آه؟ خاش حالا چه فرقی میکنه؟ بله، ببین به بابا نگی ها، میدونه که اون چجوری از توش میخواد یه حرفی در بیاره. مرسی. الان نه دارم میرم سمت فرودگاه، داریم برمیگردیم، میبینم تو. خدافز قربانت. خدافز. حالا ناراحت نباش، نمیذارم که بدون تیم بمونی. یه دونه تیم توپول وسط پیدا میکنم. نه بابا ناراحت نیستم، داشتم فکر میکردم اینم خاش کجاست؟ تو کیشه؟ آره خاش تو کیشه؟ چرا مزخرف میگی؟ چه میدونم، من هیچ وقت جغرافیا خوب نبود، هیچی نمیفهمیدم ازش. نمیدونی نگو دیگه، خاش تو قشمه. آه بگم یه جا بود. عجب صف مزخرفیه، یه کاری بکن دیگه. چیکار کنم؟ صفه دیگه، با یه رخ بده دیگه. پژمان جمشیدی که نباید تو صف هسته که، بیا رخ بده بریم. تو که میدونی من از شهرتم سوء استفاده نمی کنم. بیا جونس. لبخندش رو بیشتر کن. داری نگام. بفرمید آقا لطفاً صف. چه هوای گندیه، رانندگی اینا بابارا دیگه. اوی میدم هم به هم ریخته از بس که این هواپیما تکون داشت. خلبان نیستن اینا. تکون نداشت که؟ نداشت؟ نه. بدم میاد این رضا یزدانی. تو که خواننده محبوبت رضا یزدانی بود. آره از اینو انگش بدم میاد. اگه عاشقت نبودم پانه میداد. با این کاراش بذار انگشت رو ما پژمان
تو عاشق این آهنگ بودی. بابا تو چرا امروز انقدر با من یکی به دو میکنی وحید؟ بازی که رویتو نباز واسه یه تیم پیدا میکنم دیگه. تو فکر میکنی چون من بیرون موندن ناراحتم؟ آره واقعا باید اینجوری فکر میکنی؟ آره برای من یه تیم پیدا کن واسه یه تیم پیدا کن واسه تو جالو باشه میکشتنم امیدی باشه میزنم پشتش واسه یه تیم پیدا میکنم دیگه. بعید یه اتفاق عجیبی افتاده. چی؟ من برای اولین بار تو زندگیم نگران آیندم شدم. یعنی واقعا چی میخواد بشه وعید؟ بهش من فکر نمی کنی یکم دیره؟ چی میخواد بشه؟ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81! عالی بود آقا، عالی بود آقا جمشید. ایستاد تا، مرسی. تازه الان گرم نبودم آقا. گرم باشم تا صبح براتون میزن. کار سختیه، کار هر کس نیست. بله من هم بازیکنه بزرگ یمونه میتونن چهار تا روپایی بزنم. میم میم نونوا نونوا هم نمیتونه. آخو نمیتونه تعارف که نداره. آی جمشیدی من فکر کنم که شما با این مهارتتون خیلی زود فوتبال کنار گذاشتید. امان از این مافیای فوتبال. آقای رئیس یعنی نمیذارم بازی کنی؟ شماره 135 به واجه 4. نه کدوماشون؟ همه بازم از اون داستانا پس. حالا بماند آقای رئیس. بفرم رو بجمه 10 میلیون از حسابتون براتون ریختم توی کارت. اینم پرینت حسابتون هست. چک بفرم رو بگیم درست هست و شده. دستت درد نکنه. یعنی الان موجودی حساب من چقدره؟ 45,600,000 تومان. همین؟ فقط تو این حسابتون آقای جمشیدی جان؟ آقای جمشید حساب بانک ما کم لطف رشید کرد. پول خورداشون تو این بانکه و پول درشتاشون بانک های دیگه. البته اینجوری هم نیست که میفرمایید آقای رئیس. نه فرمایید آقای جمشید دیگه هم وضع شما فوتبالیست ما خبر داری. ماشاءالله یه شهرک هم میتونیم بخریم. همین گوشه راست استقلال. همین خسرو حیدری. بله خسرو حیدری. بانک با جانب من حساب داره. بعضش توپ توپ آقای جمشیدی. نه اینکه وضع ما بد باشه البته. من مثلا به خودم سرمایه گذاری میکنم. ملک و زمین و خونه و این چیزا میخرم. احسن. آدم همیشه در اوج نیست آقای جمشیدی. پول همیشه آدم عقل معاش داشته باشه. به فکر آیندهش باشه و پولش حروم نکنه. بله. خیلی خوبه. به فکر آیندهش باشه و پولش حروم نکنه. احسن. آقا ما هر چشون از هیچ ناراحت میشم. بگم آقا به جون خودت نمیذارم. جون خودت. آقا عشق کردم امشب همه مهمون خودم باشیم. اصلا صحبت شما اصلا من باشم از شما پول نمیگیره عزیزم. انام خودت هم از روش بردار. نه روش جونتون روش جونت عزیزم. اون یکی را منده ببینم. هر چهار تاشو ببینم در خدمت. برش میدارم. مبارکه. آقا جمشیدی. آقا پژمان. بله. حالت خوبه؟ بله چرا باید باشه؟ چای تو یخ کرد. بله بله. ممنون. راستی گفتین تو حساب این پسره اصولیداری چقدر پوله؟ یعنی چی 45 میلیون تومان؟ آخه من که خیلی پول داشتم. نکنه بانک ازم اختلاس کرده. بانک اختلاس نمی کنه. از بانک اختلاس میکنن.
شاید هم حالا یکم ولخرجی کرده باشم. جمشیدی، اجمان جمشیدی، تا قرارداد جدید دیگه باید صرفه جویی کنی. الان ببین ما 1500 اجاره میدم، 3 تومن نه 2500 هم خرجم تو ما. خب این تو 45 میلیون تو چند ماه یعنی تمام میشه؟ اینو 45 اونم تو از نفهمیدم. حالا بعد از ماشین حساب تلفن همراه هم استفاده کنم. ماشین خب 45 میلیون میشه چند تا صفر؟ آقای جمشید خودتونی؟ سلام، خودم هم استقاض سرورته. این آدم بی نزاکت تماشاگر همون باید سکس کنم داری. شوهر من قیافش اینقدر آدم حسابی، اون وقت راه و بیره تو خیابون هر کیو میبینه کتشو در میاره میپره رو کلش. اونقدر که من کتک کاری میکنم و هیچ ارازل اوباشی کتک کاری نمیکنه آقای دوی. الان بهت میگم یه دقیقه اجازه بده. دلده خوش کرده این که بهت میگم فوتبالی. شما پژمان جمشیدی رو نمیشناسی؟ ما داریم وقت میگه لاهی بمیرم، چقدر این فوتبال بیرحمه. شما نداریم برو توی محلی بشین که به جیبت بخوره. اجام بی پول شده